به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. در قسمت قبل تقریر آقای هیوم از برهان نزد رو با هم بررسی کردیم. در این قسمت میخواییم که نقدهایی که ایشون بر برهان نزد وارد کردن رو با هم دیگه مروری داشته باشیم. نقد اول، ایشون میگن که اساس برهان نزد بر این مشابهت بین موجودات طبیعی با مصنوعات بشری بود، همونطور که آقای مطهری هم همین مشابهت رو بیان کردن، مشابهت بین کتاب هستی با کتاب سعدی، یعنی اینکه جهان از لحاظ تألیف اجزا، یعنی این اجزای جهان چگونه به هم پیوسته شده، مثل یک خانه یا ماشین است که یک قوه بیرونی صاحب شعور یعنی عقل و روح آن اجزا را برای دست یافتن به هدفهای خاص پیوند داده است. بله، میگه یک خانه و ماشین چطور یک موجود باشعوری برای هدف خاصی، این هدف مهمه، اینها را کنار هم قرار داده. پس اون چیزی که مثل این هست هم همچین موجود باشعوری و همچین هدفی پشت سرش بوده است، در حالی که این همانندی قطعی نیست و ظن نیست. این نقد رو آقای هیوم وارد میکنن، میگن که این که گفتید شما مثلا کشتی مانند کوه هست یا کتاب سعدی مانند جهان هستیست، این یقینی نیست، این مشابهتش ظن نیست، یعنی با گمان به دست اومده. نمیتوان گفت همانندی جهان به یک ماشین از همانندی آن به یک گیاه یا حیوان که دارای یک نیروی خود تنظیم درونیست بیشتر است. ببینید چی داره میگه آقای هیوم اینجا. آقای هیوم میگه که شما اومدین کل جهان هستی رو نگاه کردین و دیدین که چقدر این داره اتفاقاتی که داره میفته اتفاقات حساب شده و منظمی به نظر میرسه. یعنی همه چی سر جای خودشه، مثل یک کتاب میمونه که نویسنده‌ای با علم و دانش و با هدف اون رو چیده کنار هم، و شاید اگر غیر از این بود این گونه نمیشد و این نظم ند. شما تشبیه کردین جهان هستی رو به یک کتاب که موجود باشعوری اون رو گرد آورده. ایشون میگن چرا جهان هستی رو به یک گیاه تشبیه نمی کنید؟ و گیاه طبق پیشفرض جناب هیوم موجودی است که انگار بدون شعور و تنها با نیروی خودتنظیم درونی داره فعالیت میکنه. یعنی میگن ما مثالی میتوانیم بزنیم از چیزی که یک نظمی دارد ولی کسی از خارج آن نظم را به این موجود تحمیل نکرده باشد و هدفی برای این نظم وجود نداشته باشد. مثال بگم، بذارید این گیاه رو بعدا چون مطهری نقد میکنه من تغییر بدم به یه چیز دیگه. مثلا سیاره مشتری رو شما نگاه بکنید، یک خطهایی یک شکلهایی روی این سیاره به چشم میخوره که بسیار هم زیباست. اینها حاصل طوفانهایی است که گازهای مختلفی که در سیاره مشتری وجود داره رو به هم دیگه به تلاطم انداخته و این شکلها رو ایجاد کرده، ناشی از چرخش خود سیاره و طوفانهای شدیدی است که در جو مشتری در حال وزیدن است. اگر هم هیچ خدایی نباشد و اگر یک جرم به اندازه سیاره مشتری با همین گرانش با همین مشخصات فیزیکی در یک جای باشد، همین رفتار را از خودش نشان می‌دهد. یعنی درست است که اون شکلی که روی سیاره مشتری ما می‌بینیم شبیه نقاشی یک هنرمند است، ممکن است یک هنرمند یک اثر هنری از خودش به یادگار بگذارد شبیه طرح‌های روی سیاره مشتری، ولی این مشابهت مشابهت یقینی نیست، مشابهت ظنی نیست، مشابهت گمانی نیست، همین چیزی که جناب هیوم میگه. این ممکنه یک پدیده‌ای به نظر شما منظم جلوه بکند ولی آن پدیده خود به خود بدون نظم دهنده به این شکل در آمده باشد. یعنی جناب هیوم در اینجا دارن اینکه هر پدیده‌ای در جهان هستی مشتمل بر انتخاب است را رد میکنن، میگن که شاید با انتخاب به این شکل در نیامده باشد، مثل یک گیاه. ایشون گیاه یا حیوان رو مخلوق نمیدانن، از اینجا واضح میشه. میگن چطور یک گیاه یا یک حیوان تنها پیوندهای شیمیایی بین تعدادی اتم و تعدادی مولکول این شکل را به خودش گرفته است که یک نظمی به ظاهر از نظر ما دارد. شاید اگر ما دید کلی‌تری نسبت به مثلا حتی سنگ‌های کره زمین داشتیم، یک نقشه‌ای از مواد معدنی کره زمین هم می‌توانستیم رسم کنیم، می‌توانستیم یک نظمی از آنها انتزاع بکنیم. یعنی شاید از نظر یک کسی که درک کاملی از مواد معدنی داخل یک کوه داشته باشد، یک کوه هم یک مقدار نظم داشته باشد. و کل نقد جناب هیوم در این مقدمه الف خلاصش این میشه، این که شما گفتید کتاب جهان هستی مثل کتاب سعدی است، ما این مثل بودن را قبول نداریم. شاید یک چیز خود تنظیم، شاید یک پدیده‌ای باشد که خودش با قوانین ذاتی خودش، ببینید کسانی که مادی‌گرا هستند، کسانی که به خالق اعتقاد ندارند،
اعتقادشان این است که مواد جهان هستی در ذات خودشان قوانین را تولید می کند. یعنی جرم در ذات خودش جاذبه دارد. بار الکتریکی در ذات خودش نیروی الکتریکی را وارد می کند. یعنی این گونه نیستش که کسی جاذبه داشتن را به یک جرم اعطا کرده باشد و هر زمان که بخواهد بتواند جاذبه داشتن را از جرم بگیرد. این گونه نیست. کسی بار الکتریکی را نگفته است که نیرو اعمال بکن و حالا اعمال نکن. گونه نیست. بار الکتریکی همواره به بار همنام یا بار مخالف نیرو اعمال می کند و این در ذات خود اون ذره نهفته و خود همین قوانین ذاتی باعث ایجاد یک تنظیم درونی می شود بدون شک. مثلا مقدار زیادی جرم در فضای بیکران بدون دخالت نیروهای خارجی به شکل کره در می آیند، به همدیگر جذب می شوند و شکل کره را به خودشون می گیرند. این می شود یک نیروی خود تنظیم درونی. شما اینکه یک ماده ای در جهان هستی به شکل کره در آمده است، به چه دلیلی می گویید کره مانند توپ فوتبال است؟ چون توپ فوتبال سازنده دارد، پس کره زمین هم سازنده دارد. نه، شاید کره زمین بر اساس یک نیروی خود تنظیم درونی به این شکل در آمده باشد. مشاهده می کنید که نقد کاملا وارد است. اما نقد دوم جناب هیوم بر برهان نسبی، ایشون میفرمایند که این برهان زمانی تجربی بود که ما پی در پی جهانهایی مانند آن را تجربه کرده بودیم که از موجوداتی با شعور و انسان مآب صادر شده بود و آنگاه با دیدن همانند آن جهانها حکم می‌کردیم که آن نیز از موجودی با شعور و انسان مآب صادر شده است، در صورتی که چنین نیست و آنچه ما تجربه کرده ایم مصنوعات انسانی است و پیدایی و تکوین جهان که در طول میلیاردها سال به تدریج رخ داده است شباهتی به صدور مصنوعات انسانی از عقل و شعور انسانی ندارد. ایشون در این نقد هم میخوان همون مقدمه مشابهت رو رد بکنن. میگن که شما بیان کردید که جهان هستی مانند کتاب سعدی است، یعنی اومدین جهان هستی رو گفتین مثل یکی از مصنوعات انسانی است، در صورتی که برقراری این تشابه غیر منطقی است. شما باید جهان هستی رو با چیزی شبیه به خودش مقایسه بکنید. شما زمانی حق دارید این مقایسه رو برقرار بکنید که چندین جهان دیگر را رفته باشید، مشاهده کرده باشید و از خارج بدانید که آن جهان‌ها سازنده دارند، بعد بیایید بگویید که من این جهان را با آن جهان‌ها مقایسه کردم و از آنجایی که این جهان مثل آنها بود و آنها خالق داشتند، پس این جهان هم خالق دارد. در واقع در برهان نظم اینگونه گفته می شود که ما جهان هستی را با کتاب سعدی مقایسه کردیم و هر دو را از این حیث که هوشمندانه به نظر می رسید مشابه هم یافتیم. یعنی هر دو به نظر ما مشتمل بر انتخاب بودند. جناب هیوم نقدی که وارد میکنه به این مشابهت اینه، میگه شما از کجا فهمیدید که جهان هستی مشتمل بر انتخاب است؟ اگر مشتمل بر انتخاب نبود باید چگونه میشد؟ شما هیچ گزینه دومی برای جهان هستی در نظر ندارید. ما برای کتاب گزینه دوم داریم. اگر هوشمندانه نبود یک کاغذی بود و یک مثلا مدادی افتاده در کنار، یا مثلا میگم نوشته های روی کاغذ اگر هوشمندانه باشد شبیه حروف الفا می شود، اگر هوشمندانه نباشد و به عنوان مثال ناشی از وزش باد و حرکت زغال روی کاغذ باشد خط خطی می شود. یکی می شود هوشمندانه و مشتمل بر انتخاب، یکی می شود غیر هوشمندانه و بی هدف و تصادفی. آقای هیوم نقدشون اینه، میگه شما گزینه های دیگر رو مگر دیدید؟ شما مگر گزینه دیگری رو تصور کردید که این رو با اون مقایسه بکنید و بگید اونها غیر هوشمندانه بودن، این هوشمندانه است، این مشتمل بر انتخاب است؟ یا میگه مگه شما موارد مشابه هوشمندانه رو در مورد جهان هستی دیدید که مثلا چگونه باید میشد اگر هوشمندانه بود که بگید این هم مثل آنهاست پس این هم هوشمندانه است؟ به نظر میرسه که نقد واردی باشه. جناب هیوم در نقد سومشون میفرمایند که مدعای این برهان وجود باری تعالی است. شما فضای کلیسا و آموزه‌های کلیسا رو باید در نظر داشته باشید. یعنی اونها خدایی رو میخوان اثبات بکنن که یک سری صفاتی هم داشته باشد. چون ادامه میدن به منزله موجودی با حکمت و قدرت نامتناهی و کمال مطلق. یعنی فضای مذهب در مغرب زمین دنبال اثبات یک خالق تنها نیست، دنبال اثبات موجودی است که با حکمت باشد، قدرت نامتناهی داشته باشد و کمال مطلق باشد. آقای هیوم می‌فرمایند به فرض اثبات شود که مبدأ جهان موجودی صاحب شعور است، برای اثبات این مدعا کافی نیست. ببینید این نقد در واقع به نقد برهان نظم نیست، نقد به استفاده برهان نظمه.
در واقع آقای هیوم میگه شما برهان نز رو که ثابت میکنید چی رو داره ثابت میکنه؟ برهان نز صرفاً بر فرض که دو مقدمش صحیح باشه میگه که ناظمی اومده این جهان هستی رو نظم داده. میگه شما چی برداشت میکنید از برهان نز؟ شما میگید یک موجود با حکمت، با قدرت نامتناهی و با کمال مطلق داره این جهان رو مدیریت میکنه. میگه شما این اوصاف اضافه رو از کجای این برهان در آوردید؟ و آقای مطهری هم خودش این مطلب رو بهش اذعان داشت، گفت این برهان برای خداشناسی کافی و کامل نیست. یعنی در واقع آقای مطهری این نقد رو ظاهرا پذیرفتن. آقای هیوم ادامه میدن که زمانی این مدعا اثبات میشود که بتوان اثبات کرد جهان موجود کاملترین جهان ممکن و منطبق با حکمت بالغه است. ببینید در دو قسمت قبل دیدیم که ملا صدرا ادعا میکرد که جهان هستی جهان احسن است. احسن یعنی بهتر از اون نمیشود وجود داشته باشد. کاملترین جهان ممکن است. در واقع این نقد سوم جناب هیوم به اون عبارت ملا صدرا وارد میشه که میگه شما زمانی میتونید این حرف رو بزنید که این جهان رو با جهانهای دیگری مقایسه بکنید. حالا یا جهانهای دیگری واقعا وجود داشته باشن شما برید اونها رو ببینید و مقایسه بکنید، یا جهانهای دیگری رو فرض بکنید و در مقام فرض ببینید که این جهان بر اون جهانهای مفروض برتری داره. شما کدوم یک از این کارها رو انجام دادید و به این نتیجه رسیدید که این جهان جهان احسن است، یعنی کاملترین جهان است؟ چطور شما جهان دیگری رو که نرفتید ببینید؟ حتی فرضهای بسیار بهتری ما میتونیم در مورد جهان داشته باشیم، شما با فرضهای دیگه نرفتید مقایسه بکنید. و به نظر میرسه که نقد سه جناب هیوم هم نقد واردی است، البته نه به خود متن برهان نز بلکه به کاربرد برهان نز توسط کسانی که این برهان رو تقریر میکنن و استفاده میکنن. نقد چهارمی که جناب هیوم به برهان نز وارد میکنن اینه که ایشون میفرمایند به فرض جهان موجود بهترین جهان ممکن باشد، باز هم دلیلی بر وجود خدا به مثابه کمال مطلق و غنی به ذات و واجب الوجود نیست، زیرا باید همچنین اثبات کرد که این جهان نخستین جهانی است که خدا آن را ساخته و از روی صنعت دیگران تقلید نکرده، یا خود به تدریج و با ساختن و ویران کردن پیاپی جهانهای بسیار به این جهان موجود نرسیده است. خب عرض کردیم که در واقع این نقد شماره 3 و این نقد به اصل برهان نظم نیست، نقد به استفاده هایی بوده که دانشمندان مسیحی از برهان نظم میکردن. اونها برهان نظم رو مطرح میکردن و بعد از اون نتیجه میگرفتن که خدا کمال مطلقه، خدا واجب الوجوده. ایشون میگه که واقعا از برهان نظم این مطالب در نمیاد. چرا؟ مثلا ممکنه خدا واقعا اونقدر هم که شما فکر میکنید در فرض که جهان سازنده داشته باشه با شعور و با حکمت نباشه، ممکنه وقت بسیار زیادی داشته، میلیاردها بار جهانهای مختلف رو ساخته، بعد اون به درد نخورده، خراب کرده و در نهایت به این رسیده. در جهان ما هم این مسئله برقراره، یعنی اینطور نبوده که انسانهای اولیه بتونن وسایل و تجهیزات و خانه‌های مثل مردم این زمان بسازن. به مرور انسانها علم و دانششون پیشرفت کرده. حتی یک انسان، یک صنعتگر در اوایل جوانی تجربه بسیار کمی داره، ولی به مرور زمان از تجربه دیگران استفاده میکنه، از کارهایی که خودش انجام میده تجربه پیدا میکنه و کارهای بهتر و بی‌نقص‌تری رو تولید میکنه. چون هم همینو میگه، میگه شاید خدایی که این جهان رو ساخته از کس دیگری تقلید کرده، این اصلا فرد حکیمی نبوده، مقلد خوبی بوده. یعنی به صرف این که یک موجود با شعور یک پدیده و مصنوع زیبا ساخته باشه، ما نمیتوانیم نتیجه بگیریم که اون موجود حکیم بوده، اون موجود هدف خوبی داشته. و خود این نقد نقد صحیح و درست است، ولی به برهان نز وارد نیست، این ربطی به مقدمات و نتیجه برهان نز نداره. در واقع به فضای مسیحی اون زمان و استفاده هایی که اون مردم از برهان نظم کردن مرتبط میشه. یعنی جناب مطهری هم خودشون به این مسئله واقف هستن و چنین استفاده هایی از برهان نظم نمی کنن. نقد پنجمی که جناب هیوم وارد میکنن به برهان نظم، میگن که گذشته از همه اینها در جهان موجود نقص ها، بدی ها و زشتی هایی دیده میشود که با حکمت بالغه الهی سازگار نیست، همچون طوفان، زلزله و بیماری. میشه در واقع به نوعی گفتش که این نقد نقدی به برهان نظم هست، نقدی به مقدمه یک برهان نظم، اونجایی که ادعا میکند که جهان هستی جهانی منظم است، مثلا مانند کتاب سعدی زیباست. ایشون میگه که نه،
در جهان هستی ما زیبایی کامل نمیبینیم. ما نقص بدی و زشتی هم میبینیم و به عبارت دیگه ما جهانی منظمتر میتوانیم تصور بکنیم که من در جلسه اول برهان نزد چند مثال زدم، جهانی که مثلا منابع آب به تناسب و به تعادل توزیع شده باشد، جهانی که در او بیماری، طوفان، زلزله، سیل و آفات و شرور وجود نداشته باشند، جهانی که در آن انسان پیر نشود و هزار فرض دیگری که میتوان انجام داد تا جهانهایی بهتر وجود داشته باشند. یعنی در واقع به نوعی میشه گفت این نقد پنجم نقد مقدمه یک است. اصلا ما نمیتوانیم بگوییم که جهان هستی شبیه یک اثر هنری است. و از طرف دیگه میشه گفتش که این نقد جناب هیوم هم به همون مطالبی که دانشمندان مسیحی میگفتن برمیگرده و میشه گفت خیلی به برهان نزد مرتبط نباشه. از چه نظر؟ از این نظر که اونها ادعا میکردن که چون جهان هستی خالق دارد و جهان هستی منظم است، پس خالق جهان هستی بسیار با حکمت هست. یعنی اونها از برهان نزد حکمت الهی رو هم نتیجه میگرفتن. شاید این نقد به اون نتیجه گیری دانشمندان مسیحی برگرده که آقای هیوم میگه شما چطور حکمت را از این جهان نتیجه میگیرید در حالی که در این جهان ما پدیده های غیر حکیمانه مشاهده میکنیم. اگر خالقی با حکمت، فرض کنید هدف خالق ایجاد حیات باشه، این جهان هستی را آفریده باشه، اگر هدفش در این جهان نفذ بشود معلوم است که اون خالق حکیم نبوده. مثلا اگر حیات در جهان هستی از بین برود، برفست، این نشون دهنده این است که خالق حکیم نبوده. ایشون میگه که برفرض که ما بگوییم جهان هستی هدفی دارد و برفرض که بگوییم جهان هستی خالقی دارد، از مشاهده اوضاع و احوال جهان هستی ما متوجه میشه که این خالق همچین خالق حکیمی نبوده. پس یکی از مقدماتی که ما فرض کردیم اشتباه است. بسیار خوب، این نقدها نقدهایی بودش که جناب هیوم به برهان نزد و حالا در سه نقد آخر به نوعی به کاربردهای برهان نزد وارد کرده. البته جناب هیوم در آثارشون نقدهای دیگری هم به برهان نزد وارد کرده اند و جناب مطهری اینجا به اونها متذکر نمی شود. مثلا یکی از نقدهای دیگری که ایشون به برهان نزد وارد کردن اینه که شما چطور زمانی که مشابهت برقرار می کنید بین جهان هستی و یکی از ساخته های بشر مانند کشتی، شما فقط خالق داشتن یا سازنده داشتن رو از این مشابهت برداشت می کنید. شاید ما بیاییم بگیم که همونطور که کشتی سازندگان متعدد داره، مثلا شاید هزاران نفر با همدیگه همکاری کردن تا یک کشتی ساخته شده، شاید ما بگیم که چون جهان هستی مانند کشتی است، پس جهان هستی هم سازندگان متعدد داره. این هزاران نفر، هزاران موجود باشعور با همدیگه همکاری کردن تا جهان هستی شکل بگیره. چرا اگر دو پدیده با هم دیگه مشابه هستند، شما فقط اون حکمی که خودتون دوست دارید رو مشترک اعلام میکنید بین این دو پدیده؟ چرا دیگر حکمها رو شما مشترک نمیدانید؟ و باز یک نقد دیگری دارن ایشون به برهان نزد. میگن که ما در علوم تجربی داریم هر چقدر میزان مشابهت دو پدیده با هم دیگه بیشتر باشد، مشابهت بین علتهاشون بیشتر میشه. هرچی این مشابهت کمتر و کمتر بشه، میزان مشابهت بین علتها هم کمتر میشه. ایشون میگن که اون مشابهتی که شما بین جهان هستی و یکی از ساخته های بشر یا یک فعل موجود باشعور برقرار کردین، از نوع این مشابهت های ضعیفه. برفرض که مشابهتی باشه، مشابهتش مشابهت قوی نیست، مشابهت خیلی ضعیف و کمرنگه و نمیشه شباهت زیادی رو در بین علت های این دو ما از این میزان مشابهت کم انتظار بکنیم. اگه خیلی خلاصه بخوایم یک جنبندی داشته باشیم راجع به نقدهای آقای هیوم، آقای هیوم ابتدا اومدن برهان نزد رو تقریر کردن که مقدمه اولش این بود که جهان هستی مانند یکی از افعال موجودات باشعوره و مقدمه دومش این بودش که پس چون این دوتا با هم مشابه هستن، در احکام هم با هم مشابه هستن، یعنی هر دو سازنده باشعور دارن. اومدن آقای هیوم در نقد ابتدا مشابهت رو رد کردن، یعنی گفتن که ما مشابهتی نمیبینیم، مشابهت برقرار کردن اصول و ضوابطی داره.
بعد میان میگن که برفرض که این مشابهت هم برقرار باشه، برهان نظم اون چیزی که شما میخواهید رو اثبات نمیکنه. یعنی برهان نظم فقط یک موجود باشعور که نظم برقرار کرده است را اثبات میکنه، نه موجود حکیم یا موجود واجب الوجود یا غنی بالذات یا کمال مطلق. اینها رو برهان نظم ثابت نمیکنه. و در نهایت هم ایشون میگن که اگر ما بپذیریم که این مشابهت برقرار هست، باید احکام دیگری رو هم از این مشابهت برداشت بکنیم، مثل اینکه وحدتی در کار نباشد، یعنی همکاری بتواند انجام بگیرد، مثل اینکه تقلید یا تجربه افزایی بتواند در سازنده جهان اتفاق بیفتد و امثال این کارها، یا وابستگی جهان هستی به خالق از بین برود، چون ساعت ساز میمیرد ولی ساعت هم چنان کار میکند. شاید این مسئله در مورد سازنده جهان هستی هم برقرار باشد، یعنی سازنده بمیرد ولی جهان هستی همچنان برقرار باشد. خلاصه اینکه اگر کسی بخواهد با استفاده از مشابهت جهان هستی با مصنوعات بشری حکم بده که پس جهان هستی هم سازنده حکیم و با شعور و با هدفی دارد، باید لوازم این حکم را هم بپذیرد. یعنی لوازم این ایجاد مشابهت کردن اینه که ما بتونیم احکام دیگری را هم بر سازنده این جهان بار بکنیم که شاید خیلی مورد رضایت کسانی که این برهان را تقریر کردن نباشه. البته نقدهای دیگری هم وارد می شود بر برهان نظم که آقای هیوم اینا رو متذکر نشدن، مثل همین نقدی که ما بر مقدمه دوم برهان نظم داریم که اینطور نیستش که هر نظمی نازمی داشته باشه، یعنی قیاس تمثیل مفید یقین نیست. یعنی این گونه نیستش که 100% ما بتونیم حکم بدیم که چون نظم هست پس نازم حتما باید باشد. یعنی برفرض که ما نظم رو بپذیریم، برفرض که ما مشابهت یقینی و 100% جهان هستی با فعل یک موجود باشعور رو بپذیریم، باز حکم دادن به این که پس موجود باشعوری یا نازمی این نظم رو ایجاد کرده کار اشتباهی است. یعنی یقینی نیست، 100% نیست، با گمان میتونیم بگیم که احتمال زیاد موجود باشعور این جهان رو ایجاد کرده. بسیار خوب، این قسمت ما نقدهایی که آقای هیوم بر برهان نظم وارد کرده بودن رو با هم بررسی کردیم. در قسمت بعد قصد داریم که پاسخهایی که آقای مطهری به این نقدها دادند رو با هم دیگه نقد و بررسی بکنیم و در نهایت یک قضاوتی هم با هم داشته باشیم که کدوم یکی از پاسخها بر کدوم یکی از نقدها وارد هست و کدوم یکی از پاسخها وارد نیست. امیدوارم که همواره شاد و سربلند و پیروز باشین. تا قسمت بعد، بدرود.